سلام دوستان، به دوره پاور بی آی خوش اومدین. پاور بی آی یه نرم افزار بسیار قدرتمند توی تجزیه و تحلیل داده ها هستش و همه افراد تقریبا میتونن ازش استفاده بکنن، به خاطر اینکه کار کردن باش در عین سادگی خیلی هم کاربردی هستش. میتونه نرم افزار دیگه خیلی سخت و حرفه‌ای بشه، اما استفاده اولیه از اون خیلی راحت هستش و همه افراد میتونن به راحتی ازش استفاده کنن. ما از این نرم افزار میتونیم دو کار مختلف رو انجام بدیم. اولین کار و ساده ترین کارش این هستش که من شاید یه مدیری باشم، شاید اصلا یه شخص تجزیه و تحلیل داده ها نباشم و بخوام سریع و بدون اینکه وارد اکسل بشم و کار اکسلی بخوام انجام بدم یا هر نرم افزار دیگه ای، نمودارهای خیلی راحت و قشنگی رو بگیرم و خیلی سریع به من جواب بده. مثل همین نمودارهایی که اینجا میبینیم، تنها با خوندن داده ها از اکسل یا هر پایگاه داده دیگه ای من میتونم فقط با کلیک کردن های مختلف نمودارهای جالب و کاربردی داشته باشم و انواع اقسام این نمودارها رو و گزارش ها رو تهیه بکنم و اصلا نیازی نیستش که بخوام به کسی هم گزارش بدم، خودم میخوام ببینم وضعیتم تو چه کجا هستش و به کجا میرسم. مخصوصا اینجا question and answer رو اگر ببینیم، اصلا فقط میتونم از همین نرم افزار سوال بپرسم، خودش واسه من نمودار میکشه. و کاربرد دوم اون که در واقع اصل پاور بی آی بر اون بنا نهاده شده، پاور بی آی وب هستش که یک کلاودی هستش که من میتونم نمودارها و گزارش‌های خودم رو اونجا آپلود کنم و از طریق اون نمودارها و گزارش‌ها میتونم داشبوردهای مختلف هم درست بکنم و اونا رو در اختیار سازمان و افراد مختلف قرار بدم. افراد میتونن به راحتی اونجا آنلاین بشن، نمودارها و گزارش‌های من رو ببینن، روشون کامنت بذارن، حرف بزنن که چرا اینطوری هست، این چی رو داره به من نشون میده، نظرتون چی هستش، یا حتی نمودارهای جدید ازتون درخواست کنن، لایک کننشون حتی، و بتونن تبادل ایده بکنن. این یکی از ویژگی‌های خیلی خوب پاور بی آی هستش که ما تو این دوره در مورد این موضوع هم یه مقدار صحبت میکنیم. توجه داشته باشین تو این دوره ما نمیخوایم وارد بحث خیلی پیچیده پاور بی آی بشین. ما میخوایم چیزهای اولیهش رو اول یاد بگیریم که اصول و کاربردهای اولیه هستن. ما یه مقدار فرمول نویسی دکس هم اینجا کار میکنیم البته، ولی خیلی کم و جزئی. اما اگر شما میخواین دیگه خیلی حرفه‌ای بشین و پاور بی آی رو خیلی جامع‌تر یاد بگیرین، دیگه باید تمرین بکنین و تمرین‌های زیاد هستش که شما رو قوی میکنه. داده‌هایی که اینجا استفاده کردیم داده‌های سمپل هستن که شما میتونین از طریق محتویات این دوره اونا رو دانلود کنین. حالا اگر دانشجو هستین هم از طریق این داده‌ها میتونین خیلی کار بکنین. هنوز خیلی جا داره بعد از این دوره که با این داده‌ها کار بکنین و تمرین بکنین. یا اینکه با یه سرچ راحت گوگل میتونین خیلی داده‌های سمپل رو پیدا بکنین و ازشون استفاده کنین که کار بکنین و وارد جزئیات بشین، گزارش‌های مختلف در بیارین و کارهای مختلف بکنین. و اگر کارمند هستین و جایی داری کار میکنین، میتونین از سازمان خودتون شروع بکنین و داده‌هایی رو بگیرین، نمودارهایی رو درست بکنین، سعی بکنین که مشکلات اونا رو پیدا بکنین، مشکل واحدتون و مشکل فراینداتون و داشبوردها رو بسازین، یا اینکه مثلا به وارد فرمولهای دکس بشین و اینکه بخواین چیزهای جدیدتر رو با فرمول نویسی ایجاد بکنین، برین سرچ بکنین فرمولهای مختلف، چیزهایی که متوجه نمیشین رو سرچ بکنین و ویدیوهای بیشتری رو ببینین و بخونین در خصوص اینکه چطور یه چیز جدیدتری رو بخوام ایجاد بکنم. و وقتی که حسابی کار کرده باشین و تمرین کرده باشین، اون وقت یه شخص حرفه‌ای تو پاور بی آی میشین و هیچ چیزی به غیر از تمرین شما رو به اونجا نخواهد رسوند. ما تو اینجا اصول اولیه همه موارد رو توی پاور بی آی گفتیم و این اصول اولیه شما رو کمک میکنه که بخواین تو هر کدوم از این موارد عمیق‌تر بشین و پاور بی آی رو بهش عمق بدین و خروجی‌های بهتری ازش بگیرین. ممنونم از توجهی که داشتین. امیدوارم که دوره خوبی باشه براتون. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.